تجهیزات غذایی برنامه‌ریزی داریم. تابستان خواستهامون تجهیزات غذایی رو ادامه می‌دهیم. این لحظه تا پای جونمون به خاطر اهدافمون توی نتیسر قضا میمونیم و تا محقق شدن هر شش خواستمون هستیم اینجا و از خواسته همون کوتاه نمیاییم. اشرف شده خون فشان جانم فدای ایران، اشرف شده خون فشان جانم فدای ایران. اشرف ما شهر بدا، مرکز پیکار و بدا، قلب ایران اشرف، شهر دلیران اشرف. مریم، اینجا اگه اجازه بدین از طرف خودم و همه دستندرکاران برنامه زنان نیروی تغییر که اینجا حضور ندارن، در برابر همه زنان آزادهی که در کشورهای مختلف جهان درفش پایداری بر سر حقوق اشرفیان رو برافراشتند و با جان و حیات خودشون پای به میدون گذاشتند، تعظیم کنم و به اونها بگم که این عزمهای جزم شما و این اراده های نیرومند بر ستم و سرکوب و نابرابری قطعاً پیروز خواهد شد و امید به فردای روشن رو در تابناکترین دوران سرفرازی ایران و ایرانی و در حمایت از اشرفیان و زنان اشرف رقم خواهد زد. ولی شما فکر میکنم آدم هرچی بیشتر این تصاویر رو میبینه، هر روز که میگذره، هرچی صحنه ها، تصاویر، حتی خاطره ها رو بیشتر مرور میکنه، اون چیزی که خیلی تکون دهنده است، خیلی تاثیرگذاره و خیلی جاها تو ذهن آدم خیلی نقش میبنده، از قضا حمله ای نیست که صورت گرفته یا اون شقاوت و قساوتی نیست که به کار برده شده، بیشتر اون شجاعت، اون جسارت، ایستادگی، اون شهامت و ایستادگی که آدم تو این تصاویر به طور خاص خیلی توی زنای اشرف تو چهره هاشون، تو مشت هاشون، تو فریاد هاشون میدید و فکر میکنم یک صلابت جدید، یک صحنه جدید و یک تابلوی جدیدی رو رسم کردن. همینطور که مریم میگی، در میون همه این ایستادگی ها درخشش زنان مجاهد برگ زرینی در مقاومت و عیسی رو عرضه کرد و در برابر چشم ها قرار داد که همگان هم بهش اذعان کردن و در همه رسانه هم انعکاس بسیار زیادی داشت. اگر اجازه بدین موافق باشین قسمتی از این
حماسه رو از زبان یکی از خالقان این حماسه پایداری بشنویم. از ساعت یک و نیم که ما اونجا رسیدیم از نیم ساعت قبل شروع به کتک زدن و برگرد برادرهای ما در خیابون گیلی سلام کردن. ما وارد شدیم و بچه های مجروع کنار کشیدیم و رفتیم جلو که شروع کردیم به شعار دادن فریادهای یا حسین یا مظلوم الله اکبر سر دادیم و با مزدورها صحبت کردیم. زدن به قصد کشت همه نفراتی بود که اونجا حضور داشتن. تعداد حضور ها به 500-600 نفر بود. انواع اقسام سلاح ها داشتن، سلاح های سرد، سلاح های گرم، اسلحه، میله آهنی، چوب، چوبایی که سرش میرزده بودن، از قبل همه اینا رو آماده کرده بودن با خودروهای سنگین که تعداد هر کدومشون 20 نفر پشت 6 نفر حمل میشد وارد شده بودن و اونجا خط بسته بودن پشت سیاجی که توی خیابون دیویس بود. بچه ها میخواستن مانع بشن که این سیاج رو پاره کنن و وارد قرارگاه بشن ولی توجهی نمیکردن و با میله های آهنی محکم به سر بچه ها میکوبیدن و توی هم ضربه میزدن که در همون ضربات اولیه بچه ها رو بتونن واقعا از خود خارج بکنن. که ما بهش صحبت میکردیم، گفتیم چرا این کار رو میکنیم؟ مگه ما چیکار کردیم؟ ما توی قرارگاه هستیم، مگه شما مسلمان نیستید؟ که به حرفمون توجه نمیکردن، میگفتن نه ما یزید هستیم، ما یهود هستیم و قصدمون اینه که همه شما امروز باید اینجا نابود بشید. بعد از مدتی که بچه ها مجروح شده بودن، بچه های مجروح رو کشیدیم کنار با ماشین میخواستیم منتقل کنیم که اجازه نمیدادن، جلوی ماشین ها رو میگرفتن و میگفتن هیچ کس هم نداره از اینجا خارج بشه. سیاج رو میخواستم بکنن که ما همه رفتیم جلوی ماشیناشون. هیچ وسیله دفاعی از خودمون نداشتیم، تنها دست خالی و مشتای گره کرده رو بهشون میدادیم و فریاد رو یا حسین میکشیدیم. جلوی ماشینا دراز میکشیدیم که نتونن ماشینا رو وارد قرارگاه کنن و به بقیه بکنن که توی قرارگاه میتونن آسیبی برسونن، که اینجا دیگه واقعا وحشی شده بودن، یعنی هیچ چیزی دیگه جلودارشون نبود. دیگه فرمانده هاشون پس پشت مستمر بهشون گفتن که حمله کنیم و اینا فرمان اونا رو اجرا میکردن که دیگه خواهر و برادر هم نمیشناختن. هر کسی میشد جلوی دستشون میرسید میزدن و تمام سر و صورت بچه اونجا پر از خون شده بود، دستای بچه ها شکسته بود. بعد بالوده خاک میوردن میریختن روی سیاجایی که کنده شده بود که بتونه ماشیناشون که چرخدار بودن از این سیمکاردارا رد بشن، که بچه ها چون خودشون جلوی لودر انداخته بودن خاک لودر رو که میریخ زوری از دست و سر و صورت بچه ها خاک ریخته میشد و این با این ناخون لودر مستمر میکنید که این خاک ها سفت بشه و هیچ توجه به اینکه کسی نفری جلوشه کسی داره کاری میکنه نداشتن. گوشای بسته و فقط اجرای فرمان هدفشون بود که به قصد کشن. که بعد ما باهاشون صحبت کردیم یه مقدار اینا تحت تاثیر این فضا و شرایطی که بچه‌ها واقعا کوتاه نمی اومدن از مقاومت خودشون، از کارهای نمایشی خودشون اونجا
به هیچ قیمت حاضر به کودا اومدن نبودن، چند تا از اینه دیگه مونده بودن نمیدونستن چیکار کنن که عقب نشستن و رفتن سراغ فرمانده شون که خط حدود جدید بگیرن که ما بالاخره با اینا چیکار کنیم. یا با دست خالی حاضر به کنار رفتن نیستن، تمام سر و صورت مجموعه دست و بیکر که باش و لاش با هم دیگه، نه کسی پاش مونده بود، نه دستش مونده بود، نه کلش چیزی مونده، ولی حاضر به عقب نشینی نیستن. خودشو میگرفت دستش میچرخون دستش کنار هم سر از نزدیک از سر صورت یعنی جایی نبود که من احساس میکردم من سبوییت و بخشانیت و کینهی که داشتم طوری که با این شوبایی که رو سرش میخواد بلند میکنیدم سر میکنیدم.